من تو ایران دامپزشکی خوندم و موردایی مثل مورد این گربه کوچولو رو زیاد دیدم. میدونین چه اتفاقی سر این گربه افتاد؟ صاحب وسواسی این گربه کوچولو از ترس اینکه این گربه خونش رو کثیف نکنه، این گربه رو با مواد شیمیایی شوینده شسته بود و در نتیجه این گربه چشمش رو از دست داد. تو تمام دوره تحصیلم که از نزدیک با این حیوانات سر و کار داشتم، به این فکر میکردم که راستی راستی حق و حقوق این جانداران چیه و ما تا چه اندازه خودمون رو ملزم به رعایت حقوقشون میکنیم. همراهی و رابطه حیوانات با انسان و دلسوزی یا بدرفتاری انسان‌ها با اونها سابقه دیرینه‌ای داره، اما در قرن 19 میلادی نگرانی درباره وضعیت اسب‌های بارکش بود که سرانجام به آغاز جنبش‌های دفاع از حقوق حیوانات منجر شد. در قرن 19 میلادی نگرانی فعال‌های محیط زیست انگلیسی در مورد اسب‌های بارکش منجر به تشکیل انجمنی به اسم RSPCA شد که کارش مقابله با خشونت علیه اسب‌ها بود، که به طور همزمان باعث شد تا سازمان‌های مشابه در اروپا و آمریکا هم راه بیفتند. سال‌ها تلاش برای احقاق حقوق همه حیوانات ادامه داشت، اما بزرگترین حرکت برای رعایت حقوق این جانداران در سال 1970 اتفاق افتاد، وقتی که جمعی از دانشمندان در دانشگاه آکسفورد اقدام به برگزاری سمینارهایی در مورد حقوق حیوانات و مقایسهشون با حقوق انسان‌ها کردند و موفق شدن قوانینی رو برای رعایت حقوق حیوانات و راحت‌تر زندگی کردنشون به دولت‌ها پیشنهاد کنن. در حال حاضر هم در قوانین بریتانیا هم در قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا مواد سفت و سختی در مورد رعایت حقوق حیوانات وجود داره. دیگه الان بدرفتاری با حیوانات میتونه منجر به جریمه نقدی تا 200,000 پوند و حتی زندانی شدن بشه. دارم به دکتر سجابی آل داوود زنگ زنم، استاد دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران و رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران. میخوام ازشون در مورد تاریخچه جنبش های حمایت از حیوانات و انجمن های حمایت از حیوانات در ایران سوال کنم. ما در ایران قبل از انقلاب یک انجمنی به نام انجمن حمایت از حیوانات داشتیم که این انجمن وابسته بود به بنیاد پهلوی و اشرف در واقع رئیس این انجمن بود. بعد از انقلاب خب به خاطر اینکه اون ارتباط در واقع با اون مجموعه قطع شد، کلا انجمن منحل شد و بعد از اون خب افراد به صورت شخصی خب خیلی هستن که حیوان دوست هستن، کارهای مختلفی رو برای نجات حیوانا زخمی و غیره انجام میدن. همین موضوع به ذهن من این مطلب رو آورد که خوبه ما یک مجموعی داشته باشیم که این افراد خیر و حیوان دوست در کنار هم قرار بگیرن و بتونن همدیگر رو پوشش بدن در واقع. ولی مشکلی که وجود داره اینه که اصلا تعریفی از نظر تعریفی در مورد قانون ما این مقدار در حال برای مردممون جا نیفتاده. بنابراین وقتی ما میگیم قانونی وجود داره یا نه، اگر مثلا نیروی انتظامی دستورالعملی بنویسه که ما از فردا سگ‌ها تو خیابون نیان، این باید منوط به یک آیین‌نامه اجرایی باشه، ولی خب اینطوری نیست. همین خلأ قانونی شرایط زندگی حیوانات خانگی و وحشی را در ایران از سایر نقاط جهان متفاوت ساخته، تا آنجا که بسیاری حکومت را بزرگترین ناقض حقوق حیوانات در ایران تلقی می‌کند. سال 87 که در واقع سال آخری بود که من تو ایران دامپزشکی می‌خوندم، یه آقای دکتر انگلیسی اومد ایران یه سمینار دامپزشکی برگزار کرد. در حاشیه این سمینار این آقای دکتر انگلیسی رفتش تحقیق کرد ببینه دولت و مردم ایران چطوری با حیوانات تا میکنن. فکر کنم که شنیدن نظرات و در واقع دیدگاه ها و تجربه این آدم در واقع دیدگاه خارجی در مورد که ما ایرانی ها چطوری با حیوانات تا میکنیم شنیدنی باشه. ببینیم چی میگه. اولین نکته که خیلی به چشمم خورد این بود که در ایران برخلاف خیلی از نقاط جهان، فرهنگسازی و آموزش رفتار صحیح با حیوانات در سنین کودکی اصلا وجود نداره. من که در ایران بودم خیلی تلاش کردم ببینم روشی وجود داره که بشه با حضور در مدارس و مراکز آموزشی به بچه ها یاد داد که به حیوانات نه به چشم یه حیوان بلکه به چشم جانداری که با ما زندگی میکنن رفتار کنن. اما همکاران دامپزشکم به من توصیه کردن اصلا وارد این حیطه ها
نشن چون ممکنه دردسرساز باشه. من در ایران سگ و گربه زیادی ندیدم که در خونه مردم و به عنوان بخشی از خانواده باهاشون زندگی کنن. برای من عجیب ترین نکته این بود که در ایران برخلاف همه جای دنیا نمیشه سگ رو به عنوان یک حیوان خونگی قبول کرد و همین خودش منشأ یک جور بدرفتاریه. نحوه برخورد حکومت ایران در ممنوعیت نگهداری از سگ‌ها باعث میشه که نشه آزادانه شیوه درست نگهداری از این حیوان رو آموزش داد که خودش منشأ آزار و اذیت این جاندارانه. در مورد ایران شاید به طور خلاصه بشه گفت وقتی در کشوری نشه در مورد نوع برخورد با حیوانات حتی صحبت کرد، چطور میشه انتظار داشت که مردم به حقوق حیوانات احترام بذارن و پذیراشون باشن؟ بسیاری اما شرایط خاص نگهداری از حیواناتی مانند سگ در ایران رو به دلیل نظام مذهبی حاکم بر این کشور میدونن. احادیثی که گفته شده اینجا، مثلا اولین مطلبی که گفته شده ان کلب رجس و نجس از پیامبر اسلام و از پیامبر اسلام همانا سگ پلید و نجس است. یا اینکه در جای دیگه گفته شده ان الله لم یخلق خلق انجس من کلب، همانا خداوند نیافریده خلقی نجستر از سگ. از امیرالمومنین هم نقل شده است که خیلی در نگهداری سگ نیست بجز سگ شکاری یا سگ گله، مثلا پودل نمیشه نگهداشت. بله بگذاریم، بریم سراغ همون انجمنی که اول شد حامی اسبای بارکش و بعد شد سرآغاز جنبش‌های حمایت از حیوانات در جهان، RSPCA یا انجمن مقابله با خشونت علیه حیوانات. به دیدن یکی از چندین شعبه این مرکز رفتم. این قدیمی ترین و بزرگترین خیریه مقابله با خشونت علیه حیوانات سال 1824 میلادی بوده که تشکیل شده، یعنی سال 1203 هجری خورشیدی، یعنی زمانی که آقا محمد خان قاجار رو تو ایران کشتن، قتلیشا رو کردن شاه. خودتون دیگه تصور کنید. معمولاً چندین شعبه این مؤسسه تو شهرهای مختلف بریتانیا وجود داره، از حیوانای خیابونی گرفته تا حیوانایی که صاحبینشون نمیتونن نگهشون دارن، حیوانایی که باهاشون بدرفتاری شده، غذا ندارن بخورن یا مریضن، حیوانای افسرده یا حیوانایی که کارمندای این مؤسسه فکر میکنن صاحبینشون لیاقت نگهداری ازشون رو ندارن، همه و همه زیر سقف‌های این مؤسسه خیریه جمع میشن و به بهترین شکل ممکن ازشون پذیرایی میشه تا وقتی که لایق ترین انسان برای نگهداری ازشون پیدا بشه. نگاه کنین حالا یه سری از این گربه ها رو ببینید تو این اتاق خوابای خصوصی، من اسمشون رو گذاشتم اتاق خواب، که چقدر تمیزن، اسباب بازی دارن، تخت خواب دارن، پتو دارن، همه چی دارن، چطوری اینا زندگی میکنن و لذت میبرن. فکر کنم که خودشون واقعا دلشون نمیخواد اینجا رو ترک کنن. با دیدن این همه دم و دستگاه و قانون و مقررات، دوباره تصویر اون گربه کوچولوی دوره دانشجویی اومد جلو چشمم. اگه اون گربه اینجا بود و این مؤسسه متوجه میشد که صاحبش چه بلایی سرش آورده، باهاش چی کار میکرد؟ اگه گزارشی دریافت کنیم که کسی داره با حیوانش بدرفتاری میکنه، سعی میکنیم از راه‌های مسالمت‌آمیز وارد ماجرا بشیم و با صحبت کردن با صاحب حیوان و آشنا کردنش با قوانین اون رو از تکرار اشتباهاتش منصرف میکنیم. ولی اگه اثر نکرد پلیس رو خبر میکنیم. اگه موردی که مثال زدی اینجا پیش بیاد، یعنی خبردار بشیم صاحب یه گربه اون رو به هر دلیلی کول کرده، اول گربه رو نجات میدیم و بعد صاحبش رو به دلیل این بدرفتاری به دادگاه میفرستیم.